سوالی نداری؟ شگالی رو؟ شگالی رو ثابت نکردم، خیلی قضیه سختیه، فقط گفتم که معنی اون حکم چیه. منظور از ریمان چیه اینجا؟ آره ریمان گفتم که توی این زمینه این روی مسئله خیلی فکر کرد و یه کارهای جالبی هم کرد که موفق نشد بدی مسئله رو حل کن. یعنی روشنه؟ بله. ایمیل هم هست alishahi@sharif.ir. الان درسته این؟ یه سیم بیشتر نیست که خیلی کوتاهه. پیش نمونده اعداد اول صحبت کردم در مورد اثبات اوکلیدوس برای این که نامتناهی تعداد اول، گفتیم که عددهای طبیعی ساختار ضربشون به نسبت ساختار جمع ساختار غنی تریه و شما میتونید عددها رو خیلی از عددها رو میتونید به شکل حاصل ضرب عددهای کوچیکتری بنویسید، به یه معنی اونا رو تجزیه کنید به اجزای ساده تر و این کار رو تا جایی میتونید انجام بدید که برسید به یه عددهایی که دیگه قابل تجزیه نیستن، به اونا میگیم عددهای اول. و یه جوری همونطور که اتم ها گفتم سازنده مولکول های پیشتر ترن، عددهای اول هم به یه معنی ساده ترین اجزایی هن که باهاش عددهای بزرگتر ساخته میشه. و گفتم که مطالعه عددهای اول خیلی خیلی مسئله قدیمیه و ریاضیدان های مثلا 2-3 هزار سال پیش هم به این مسئله توجه کردن. اوکلیدوس همونطور که گفتم اولین کسی بود که یک حکم خیلی جالب در عدد اول ثابت کرد و اون که تعدادشون نامتناهی که اثباتشو گفتم براتون. منتها یه چیزای دیگه هم حالا تصریح نکردم، ولی اینکه وقتی که شما یه عددی دارید، وقتی این عدد تجزیه ممکنه جورای مختلف بشه، یه عدد تجزیه کرد مثلا من ممکنه که 20 رو بنویسم 2 ضرب در 10، ممکنه بنویسم 4 ضرب در 5، بنابراین تجزیه یک کار یک تا نیست. مثلا اگه که این کارو ادامه بدیم تا برسید به سایه ترین اجزا که عدد اولا، اون وقت دیگه این کارو یک جور بیشتر نمیشه کرد، میشه یعنی قضیه تجزیه یک تایی تجزیه متشکرم. یعنی هر عدد رو وقتی که تا ساده ترین اجزایش میرید جلو تجزیه میکنید، و وقت اون دیگه اون اجزای ساده ترین اجزا همیشه یه جور عذاب در میان،
یعنی هیچ عدد دو تا تجزیه مختلف فرض بر عدد اول نداره. اینم باز اوگلیدوس ثابت کرد، گرچه خیلی به نظر سخت نمیاد، به نظر واضح میاد این حکم، ولی واقعیت اینه که بعضی وقتا در ساختارهای عددی دیگه ای این حکم غلط، ولی خب در مورد عدد طبیعی درست. بعد دیگه در این مورد صحبت کردم که اویلر خیلی خیلی سال بعد از اوگلیدوس یه اثبات دیگه ای برای نامتنه بودن عدد اول کشف کرد. اون اثبات در واقع مبتنی بر یه فرمولی بود که خیلی فرمول زیباییه. اون فرمول اینه که اگه که حاصل ضرب همه این چیزایی که میگم رو حساب کنید، یک به اضافه یک پیوم به اضافه یک روی پی دو الاخر، برای همه عددهای اول پی این پرانتزا رو تشکیل بدید و همه رو تو هم ضرب کنید، این نماد حاصل ضرب. اون وقت مقدارش برابر می حاصل کل حاصل سمت چپ برابر میشه با 1 به اضافه 1 دوم به اضافه 1 سوم به اضافه الاخ. که در واقع این از همون حقیقت این که هر عددی به یک صورت به یک صورت یک تایی میشه به شکل تجزیه کردش به عدد اول نتیجه میشه. در واقع هر عدد یک انومی که سمت راست بگیری این دقیقا یه تجزیه یک تایی داره. خیلی ممنون میشه. ببین این حال به لپتاپ خودم میخواستم وصلش کنم. یه سیمایه کلام سرور شما واسه خب من نتونستم دگمه سوئیچ کردنشو پیدا کنم. کاملا تو خودت کنم. آره. بله بله. موضوع فن که این سیم خیلی کوتاهه، یعنی دیگه از این بلندتر وجود نداره. حالا تو تلاش تو بکن دیگه بیا اینا. آره اگه یادتون باشه دلیل درستی این رابطه این بود که وقتی که این پرانتزا رو سایه از توش دارم ضرب می‌کنید دقیقاً مثل اینه که یه عدد یک انومی رو تجزیه کرده باشید به عوامل اولش. و هر عددی چون یه تجزیه یک تا داره دقیقاً یک بار اینور ظاهر میشه. و بعد تحلیل کردیم این دو طرف این عبارت رو، دیدیم که این طرف مقدارش بی‌نهایته و بعد نتیجه گرفتیم با یه سری محاسبات آنالیزی که نتیجه میشه که جمع عددهای اول هم، یعنی سیگما یک پیوم ها برای پی های اول، اینم بی‌نهایت. و این کشف اویلر بود. و همونطور گفتم این کشف خیلی قوی‌تره از اینکه فقط بدونید که تعداد عدد اول بی نهایت هست. درسته؟ مجموعه‌ای وجود دارن که خودشون بی نهایت عضو دارن، ولی اگه معکوساشو با هم جمع کنیم مقدارش بی نهایت نمیشه. و بعد آخر جلسه ایش سایی در مورد حدس گاوس گفتم که امیدوارم مفهوم بوده باشه حرفامی، کمی سریع گفتم اون تیکه رو. ولی در واقع ایده این بود که حالا ما عدد اولو در میان اعداد طبیعی نگاه بکنیم، کاری که میخوام الان این منم یا نه چی شد نفهمید؟ آه نه این خود به خود وصل میشه. تو به اون رو بزنی؟ اون که سویچ نشد باید مستقیم پروژکتور هست. آها استرنک متشکرم. مرسی. متشکرم. خداحافظ. آره. آها گفتم که اگه توی اعداد طبیعی بیایید اعدادهای اول رو نگاه کنید، یک، دو، سه، چهار الاخر، بیایید ببینید اعدادهای اول کجا هن. مثلا دو، سه و پنج و هفت و الاخر. طبیعیه که هرچی میریم جلوتر عددهای اول باید کمتر بشن، به خاطر اینکه یه عدد خیلی خیلی بزرگ خیلی بخت بیشتری داره که به یه عدد کوچکتر از خودش بخش پذیر باشه به نسبت عددهایی که کوچکترن. بنابراین منطقیه که تصور این حدسو بزنیم که وقتی میریم جلوتر عددهای اول یه جوری نایابترن، گرچه که به هر حال همیشه وجود دارن به خاطر اثباتایی که دیدیم. و گاوس این سوالو از خودش پرسید که چقدر عدد اول هول و هوش یه عددی مثل x وجود داره. و بعد حدس زد که چگالی اعداد اول هولوش ایکس باید چگالی اعداد اول در نزدیکی ایکس این باید باشه یک روی لاگ ایکس. حالا اینکه چطوری گاوس این حدس رو زد، همونطور که بهتون گفتم یه مقدار زیادی محاسبات عددی دستی کرده بود و اعداد اول تا یک میلیون رو توی دفترچه‌اش در آورده بود و به توضیح آماری اینا نگاه کرده بود، ولی باز من نمیدونم چه جوری این تابع یک رو لاگ ایکس رو چطوری پیدا کرده، مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که گاوس کشف کرده و
منوس چطوری به ذهنش رسیده، اینا من نمیدونم از کجا آورده، ولی به هر حال حدسشیم و این حدس رو بعدن این شکلی صورتمندی کردن که شما اگه که عددهای اول کمتر از x رو بخواید بشمارید، یعنی پایه x اگه باشه تعداد اعداد اول کمتر از x، این تقریبا میشه انتگرال این چگالیه، یعنی یک تقسیم بر لاگ t مثلا d t تا x از دو تا x. و این تقریبا معنیش اینه که خطای نسبی این تقریب هی بهتر و بهتر میشه. خطای نسبی یعنی که اگه که تقسیم کنم اینا رو ببینم چند درصد این دوتا مقدار با هم دیگه فاصله داره. خب حالا من فکر کردم که یکم یه چیزای دیگه دم داد اول بگم امروز، مضاف بر این که به من خودم نظری اعداد خیلی بلد نیستم، واقعیتش رشتم این نیست، ولی یکمی داشتم همین قبل از که بیام سر کلاس یکمی آزمایش‌های کامپیوتری می‌کردم. حالا بذارید نتیجه کارم رو به شما نشون. آها، بعدش هم بهانه خوبیه این کار که من شما رو با یکمی روش‌های استفاده از کامپیوتر تو ریاضی هم آشنا کنم. این میله هم خیلی چیز مسخره یه این وسط، خیلی دیگه کاش بشد اینو از این رو رد کنم بهتر باشم. بهتره، یه کمی انحنا داره ولی بهتر از اینه که میوه اونجاست. یه نرم افزاری به اسم مطلب اگه که نمیشناسینش که خیلی ابزار خوبیه برای آزمایش‌های ریاضی. خیلی از کارهای ریاضی اینجا دستورات ساده‌ای براش وجود داره که خیلی به سادگی میشه اون کار رو انجام داد. مضاف به این که روش‌هایی برای اصطلاحاً ویژوال کردن، یعنی اینکه ساختن نمودارهای گرافیکی خیلی خوب و بامزه وجود داره توی نرم افزار. ببین مثلا مثال براتون بزنم، مثلا یه دستوری اینجا وجود به اسم پرایمز، مثلا پرایمز 10 میاد همه اعضای اول کمتر از 10 رو اینجا برای شما میاره، مثلا پرایمز 100,000 بزنین یک اینو اینجوری کنم، 100,000 نبود 10,000 و همینطور. مثلا من چون الان اعضای اولی تا قبل از 1,000,000 که گاوس مدت معیدی از وقتش رو صرفه به دست آوردنشون کرد و در عرض نیم ثانیه اینجا برای خود نمیدونم چیکار میکنه، ولی چون پرایمز اعضای اول چیزای خیلی خاصی هن احتمالاً شاید حساب نمیکنه اصلا اینا رو توی حافظه داره اصلا. نمیدونم، ولی به هر حال از گاوس خیلی بیشتر. بنابراین ما که این بخت رو داریم که در چند قرن بعد از گاوس زندگی کنیم و چه این ابزاری داریم، شاید باید بتونیم که اون چیزی که اون کشف کرد رو راحت ببینیم. خب پیشنهادتون چیه؟ ما الان چطوری با این اعدادی اولی که به راحتی در دستمونه ببین مثلا یه کاری میتونم، مثلا میتونم این تابع پایه x رو که تعداد عدد اول کمتر از x بود رو بر حسب x نمودارش رو نگاه کنم. ها بذارید یک فایل جدید بسازم اینجا. ببین من میتونم یک n انتخاب کنم، مثلا بگم تا 1,000,000، تا عددی کمتر از 1,000,000 میخوام که عدد اول قبل از 1,000,000 رو نگاه کنم. خب الان همونطور که بهتون گفتم پرایمز n همه اعداد اول کمتر از 1,000,000 توی یه بردار به من میده. خب مثلا یه کاری که میتونم بکنم اینه که یک برداری بسازم اول کار که همه درایه هاش صفره، یه بردار n تایی. خب و بعد بیام اون جاهایی که این پرایمز فلان رو هم یه اسمی بهش بدم، بذارم پی مثلا. خب پی الان یه بردار خیلی بزرگیه که عدد اول قبل از n توش نوشته شده. حالا بیایم جاهایی که اون عدد اولن رو بکنم یک. اوکی بذارین الان برای یه n کوچیکتر، مثلا برای n 10 این کار رو انجام بدم ببینید نتیجهش چیه. اسمی هم بذاریم برای این. الان میگه آشنایی با ریاضی یک، یعنی این که ببین الان وقتی که من اینو اجرا کردم، ببین وقتی که من این برنامه رو اجرا بکنم یه اینی دارم
که دهه، یه اینی دارم که ده، خب یه پی دارم که یه برداره از عددهای اول قبل از ده، چهار تا عدد اول بیشتر نیست، پس یه دو برداری به طول چهار. خب اون ایکسی که ساختم اول کار یه بردار ده تایی بود که همش صفر بود، ده تا صفر پشت سر هم. بعد رفتم اون جاهایی که عدد اولن، یعنی توی جاهای پی رو کردم یک. پس این الان یه چیزی شبیه همون چیزی که توضیح دادم، همون محور اعدادیه که سر از مثل اینکه همه جا صفر، روی عددهای اول یک. خب حالا اگه این بردار رو من بیام تا ایکسش رو جمع بزنم، دقیقا همون پایه ایکس رو به من میده دیگه، چون به ازای همه عددهای اول قبل از ایکس یک شمردم. این دستور بهش میگن، دستورش توی مطلب کیومسامه، یعنی کیومسامه یه برداری، یعنی که یه برداری به همون طول که درایه آیومش جمع همه درایه‌های قبل از آیوم بردار اول، درسته؟ یعنی مجموعه های جزئی اون بردار اول. الان اگه من کیومسامه ایکس رو تشکیل بدم، این در واقع همون بردار پایه ایکسه که تعداد عدد اول رو قراره بشماره. خب الان مثلا اگه پلات کنیم این دو تا، یعنی یک تا n رو و پی ایکس رو نسبت به هم، اون وقت همون چیزی که میخواییم دیده میشه. ببین الان این همون تابعه پای ایکسه برای عددهای اول تا قبل از ده هست. ببینید سوال اینه، تا قبل از دو چند تا عدد اول وجود داره؟ جواب یک. تا قبل از سه دو، تا قبل از چهار همون دو، تا قبل از پنج سه و الاخر، درسته؟ یعنی محور عمودی پای ایکسه، همون تعداد عدد اول کمتر از ایکس. خب حالا من میتونم توی اسکیل بزرگتری نگاه کنم ببینم که این تابه چه شکلیه رفتارش. مثلا به جای تا قبل از ده، تا قبل از صد و اگه نگاه کنم یه همچین چیزی میشه، و اگه تا قبل از هزار رو نگاه کنم یک همچین چیزی میشه. و میبینید که با اینکه اون نمودار وقتی روش زوم میکنید یه نوساناتی داره، ولی وقتی که ازش دور میشید اون وقت یه شکل نسبتاً همواری پیدا میکنه، که در واقع گاوس این شکل رو، شکل این نمودار رو تقریب زد. بذارید هزار رو بکنیم یه میلیون. و حالا خوبه که همین کار رو در مورد حالا اون تابعی که گاوس پیشنهاد کردم ببینیم. اون تابع بود انتگرال یک رولاگ ایکس، درسته؟ بذارید تقریبش بزنم با همه یک رولاگ این هایی که جمع همه یک رولاگ این هایی که تا قبل از ایکس هن. خوبه؟ پس بیاین این کارم بکنیم، یه دونه بردار بسازیم این دفعه دوباره، که این بردار مثلا هست یک تقسیم بر لوگاریتم از دو تا این، به خاطر اینکه لوگاریتم یک بی نهایت میشه اونو میذارم کنار، از دو تا این، یه دونه صفرم میذارم اولش، و پلات میکنم یک تا این رو و کیوم سام زد رو با رنگ قرمز. بذارید باز اول برای یه چیز کوچیکتری انجام بدیم، مثلا برای صد انجام بدیم. این برای صد، اون تابع آبی همون تابع پای ایکس، تابع قرمز اون تابع انتگرال یک روی لاگ تیه تا ایکس یا تقریبا. و حالا اگه من صد رو بکنم یک میلیون، این هنر گاوسه. و
اگه خیلی نزدیک بشید میبینید که اینا واقعا یه تابه نیستن. خب ولی وقتی که دور میشید دیگه تمایزشون اصلا از هم دیگه قابل تشخیص نیست و این همون معنی خطای نسبیه. ممکنه که اختلاف این دو تابه واقعا زیاد باشه، هرچی میرین جلو هم زیاد تر باشه، ولی نسبتشون که وقتی از دور نگاه میکنید اون نسبت مهمه، خیلی خیلی به یک نزدیک. آها. چون کتاب ریاضیات چیست؟ آخر کتاب یک استدلالی آورده که مثلا تابه یک رو لاگ ایکس رو چجوری میشه کشف کرد. خب البته ادعا نمی‌کنه که این روش فکر کردن گاس بوده دقیقاً، ولی اثبات استدلالش هم خیلی تقریبی و مهندسیه واقعاً، یعنی که تابه یک رو لاگ ایکس رو در بیاره، ولی بامزه است. حالا اونو خودتون برین بخون. ولی اینکه چقدر این تقریب خوبه همون سوالیه که گفتم که هنوز حل نشده است. در واقع تصور مردم اینه که هول و هوش x، ببینید این x الان چقدره، هست 10 به توان 6. خب هول و هوش x، حدس تقریبا همه ریاضیدانا اینه که هول و هوش x خطای یه چیزی در مرتبه رادیکال x، یعنی هول و هوش 10 به توان 6 باید خطایش در هردر 1000 باشه. 1000 یعنی 1000 این اسکیل. خب بذارید بریم اون تو، حالا ببینیم که چه خبر میشه. شاید اشتباه میکنن ریزدن. ببینید تقریبا درسته دیگه، این فاصله یه چیزی هلوشه 1/10، 100 چقدره؟ سب داره 10 به توان، درسته یا درست نیست؟ بذارید اصلا تفاضل این دوتا رو نگاه کنیم. بذارید یه اسمی به این دوتا تابه بدیم، این که PX بود اینم بذاریم مثلا همشو داریم گاس مثلا جی میذاریم و خب الان من میخواستم که الان من هر دو رو رسم کردم. حالا بزنین یه بارم به جایی که رسم کنیم اختلاف، یعنی تقریبه، یعنی خطای این تقریب رو حساب کنیم، یعنی چیزی که رسم میکنم اینه جی منهای پی ایکس چقدر جاله. این خطاست، خطای اون تقریبه. خب ببینید تا 1,000,000 رفتیم جلو و خطایش از اردر تا مثلا کمتر از 200 این خطا، خیلی واقعا معجزه است. ولی بله ثابت شده که نسبتشون به 1,000,000، نه تنها تتای هم دیگه نسبتشون اصلا به 1,000,000. بله کدومشونو؟ عدد مثلا اول میفتادم که میخواستم. آها. اونش چیز نبود. ببین اگه این به خاطر مطلب، اگه شما یه سری، چون هر نمودار یه خم پیوسته است دیگه، خب ولی من به کامپیوتر که نمیتونم بی نهایت تو نقطه بدم، من متنایی تو نقطه میدم و اینا رو با خط بینشون رو به هم وصل میکنم. درسته. آها خب اینم حرفیه، میگن که ببینید اینم سوال خوب، میگن که مگه اگه این درست باشه که هرچی میریم جلوتر تعداد عدد اول کمتر میشه، پس شیب نمودار پای ایکس باید هرچی میریم جلوتر کمتر بشه دیگه، درسته؟ حالا اگه من این پای ایکس رو یه بار دیگه برای شما بکشم، ما خواهید دید که چی، خواهید دید چجوری اینو تکیش رو اجرا کنم.
این شبیه خط صافه ها؟ واقعیت اینه که این شبیه خط صاف به نظر میرسه، ولی واقعا شیبش، بذارید شیبو ببینیم چه شکلیه. مثلا چیه؟ بیاید یک کاری کنیم، اصلا پایه x تقسیم بر x رو حساب کن. اگه شیب قرار بود ثابت باشه، این باید که همینطوری ثابت میموند دیگه. بله نفهمیدم چی گفتی، ولی بذار قبل از اینکه بفهمم پیشنهاد منو انجام بدیم. این که شما میگین شیبش ثابته، یعنی یه خطیه که از مبدا میگذره دیگه، درسته؟ خب همون ثابت بودنشو بیاین بررسی کنیم. الان اولا که از رو خود همین نمودار میشه اشتباه دید، ناگهان این از نزدیکی‌های نقطه 2 و 2 داره میگذره، از نقطه 1 و 1 کم و بیش داره. این اینور شب ضرب در 10 به توان 4 ها از 1 و 1 تقریبا داره میگذره. بنابراین شیبش باید اگه ثابت میبود 1 میبود، ولی اون بالا اگه نگاه کنید اینور 10 اونور 8، پس شیبش داره کم میشه، منتها خیلی به آرومی. بنابراین همین کار. مفهومم تکرار مشکل دارم اینکه اونوشیتی چند تا در ولی اون تلاش هایی که من دفعه پیش کردم این بود که می‌خواستم یکم این مفهومو قابل قبول تر بکنم، ولی خب شاید خیلی موفقیت آمیز نبود. ولی ببین منظور از چگالی چیه؟ اینه که یک بازه‌ای بگیری، تعداد اولو حساب کنی، تقسیم بر طول اون بازه بکنی. اون بازه هولوحش عدد x، اگه مثلا این محور باشه و این عدد x باشه که x یه عدد خیلی خیلی بزرگیه، اون بازه نه اینکه باید همین که نباید خیلی بزرگ باشه، باید بازه نسبتاً کوچیکی باشه حداقل نسبت به خود x، از طرفی باید اونقدر بزرگ باشه که دیگه این گسسته بودن اعداد اونجا دیده نشه، یعنی واقعا تعداد خوبی عدد اون تو بیفته. که خب من یه بازه‌ای باید بگیریم که نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک. مثلا فرض کن رادیکال x طولش، مثلا رادیکال x نسبت به x خیلی خیلی کوچیکه. آها، به جای اینکه اینطوری اصلا تعریفش کنید، همونجوری که گفتم، یعنی بگین که عدد اول قبل از x هست این مجموع با تقریبا خوب، ولی در واقع در پسش همچین معنی نهفته است که چگالی اونجا یک رو لاگ x. خب این یه تلاشی برای اینکه یکم این حرفای قسمت آخر جلسه قبلمو مفهوم تر بکنم. بله. جمع یک رو لاگ x هست. جمع یک رو لاگ j هست تا x. برای j های از 2 تا x. این انتگراله فرم بسته نداره. ولی خب برای خودش چیز ساده، انتگرال اجزه ساده ای. بله. شما در نتیجه نگرفتم واقعا. همون جلسه پیش هم یک کسی ایراد گرفت به اینکه جمع معکوس ها با تعداد دقیقاً یه چیزو نمیشماره. ولی یه حسی میده که باید یه جورایی اینا بیشتر بود. هیچ حسی نمیده. خب به بعضی ها یه حسی میده که آها، حالا اشکالی نداره، ضرورتی نداره که این حس رو لزومن بگیرید. ببینید ما برای اینکه یه چیزی رو ببینیم چقدر بزرگه، راه‌های مختلفی هست، محک‌های مختلف برای اندازه‌گیری مجموعه هست. یه محکش محاسبه چگالیه، یه محکش اینه که مثلا قبول داری که جمع معکوس‌ها بالاخره یه جوری به بزرگی مرتبطه، بزرگی از نوع دیگه است، وزن عددها توش با هم فرق میکنه، ولی بالاخره هر عددی یه وزنی داره. بنابراین اونم یه جوری داره اندازه یه مجموعه رو میسنجه، منتها اندازه همگن نیست، وزن عددهای مختلف توش فرق میکنه. ببین مثلا الان شاید خیلی واضح نباشه آه. ببین دفعه پیشم گفتم برای اینکه ما ببینیم دو تا چیز اندازه همن، به خصوص وقتی این دو تا چیز نامتناهی ان، راه‌های مختلفی هست. یه راهش تناظره. آره، از نظر تناظر اگه نگاه کنی این دو تا چیز یکیه.
ولی راه های دیگه ای هم هست. با ظرافت بیشتری هم میشه بزرگ کوچیک مجموعه رو اندازه‌گیری کرد. دفعه پیش مثال زدم، مثلا دو تا پاره خط به طول 1 و 2 از نظر تناظر نقاطشون با هم در تناظرن، ولی خب طول این 2 طول اون 1 دیگه. بنابراین بسته اینکه چه جوری اندازه‌گیری می‌کنی میشه مجموعه هم اندازه باشن یا نباشن. این در واقع یه جور دقیق‌تر و ظریف‌تری اندازه گرفتن مجموعه هاست. این چیزی که دارم درش صحبت می‌کنم به نسبت تناظر. نه نه، این که همین من تعدادو میشمارم و مقایسه دو تا مجموعه وقتی دارم هر دو نامتناهی تعداد از داشتا اینو با هم دیگه مثلا مقایسه میکنم، یه جوری این مقایسه رو میل میدم به بی‌نهایت. آخه میگم دیگه آره دارم دو تناظر نه نتیجه اینه، کمان که واقعا با هم در تناظر هست. خب حالا اصلا من خواستم چیزای دیگه‌ای بگم این جلسه، ولی البته هنوزم خیلی وقت داریم. حالا چی میخواستم بگم؟ خواستم یه کمی در مورد یه چیزی صحبت کنم که باز در شروع ممکنه براتون تکراری باشه و خیلی جدید نباشه، ولی اگه یه کمی صبر کنید میرسونمش به یه نقطه ای که دیگه براتون خیلی تکراری امیدوارم نباشه. هم نهشتی شما در درسای دبیرستان دیدید ها؟ نه؟ چرا؟ خب خیلی خوب. چه چیزایی دیدی؟ مثلا همین فقط تعریف هم نشتی و مثلا چی از هم نشتی هست توی کتاب؟ مثلا باقی مانده باقی مانده مثلا مدله که به صورت هم نشتی میگن هم برمیسش رو بیده کنید. خب پس اگه هم نهشتی رو دیدید میدونید که وقتی ما یه عدد طبیعی مثل n داریم، وقتی که میخوایم بخش پذیری به n رو بررسی کنیم یه ابزار خیلی قوی یه هم نهشتی، و هم نهشتی یعنی این که شما به جای اینکه یه عدد دلخواه رو به خودش نگاه کنید به باقی ماندهش به مده به باقی ماندهش بر n باقی مانده تقسیمش بر n نگاه کنید. یعنی ما میگیم دو تا عدد x و y هم نهشتن به پیمانه عددی مثل n اگر که x و y باقی مانده یکسانی داشته باشن وقتی تقسیمشون میکنیم به n، یا به معنی دیگه اگه که تفاضلشون رو میگیری دیگه به n بخش پذیر بشه. درسته؟ این معنی هم نهشتی به پیمانه n. خب فکر کنم اگه اشتباه نکنم این هم نهشتی هم از ابداعات گاوسه، مطمئن نیستم الان کمی شک دارم، این نماد و مثلا کار کردن با این ابزار. یه نکته جالبی در مورد همنهشتی رخ میده و اون این که اگه که شما از جهاتی این رابطه شبیه رابطه تساوی رفتار میکنه، یعنی این که مثلا شما میتونید طرفین یه همنهشت، اگه مثلا x و y همنهشت باشن z و w هم همنهشت باشن، اون وقت مثلا x به اضافه z هم همنهشت خواهد شد با y به اضافه w، یا اشتباه نوشتم ندارد، یا x ضرب در z هم نهشت خواهد شد با مثلا y ضرب در w. خب من شبیه رابطه تساوی عمل میکنه از جهات خوبی، مثلا از جهت جمع و ضرب. خب و جالبیش اینه که خب وقتی که شما دارین مثلا به هم در هم نهشت به پیمانه n اصطلاحا عدد رو نگاه میکنید، وقت عدد دیگه تعدادشون بی‌نهایت نیست، تعدادشون متناهیه، به خاطر اینکه هر عددی رو بگیرید باقی مانده به n بالاخره یکی از عددهای 0 تا n منهای 1. درسته؟ بنابراین شما یه دستگاهی از اعداد دارید که این دستگاه برخلاف عددهای طبیعی دستگاه متناهی و از جهاتی ویژگی‌های عددا رو داره، از خیلی جهات، حالا ممکنه از بعضی جهات نداشته باشه ولی از خیلی جهات ویژگی‌های عددو داره و متناهی هم هست. خب من به این انگار یه سیستم عددی دیگه، سیستم‌های عددی متنوعی شما در دست دارید که میتونید اینا رو مطالعه کنید. از چه جهتی مثلا چه ویژگی از اعداد ممکنه بشه گفت که اینجا نداریم؟ ببین ما میتونیم اینجا اعداد رو با هم جمع کنیم، میتونیم در هم ضرب کنیم، میتونیم از هم کم کنیم. x منهای y هم معنی میده دیگه، یعنی x و y از هم کم میکنم بعد به باقی مانده‌اش به مد n نگاه میکنم، ولی تقسیم با اون سه تای دیگه فرق میکنه. من میخوام x تقسیم بر y تعریف کنم، وقتی x و y دو تا عددن به پیمانه n، اون وقت دیگه معلوم نیست چیکار باید بکنم، چون یک وایوم که دیگه عدد صحیح نیست. من عددهای صحیحو میتونم که به پیمانه یه عدد طبیعی نگاه کنم، باقی مانده‌اش رو نگاه کنم، ولی دیگه یه دومو که نمیتونم نگاه کنم. خب منتها یه اتفاق جالبی اینجا میفته، اونم اینه که اگه که شما به معنی تقسیم برگردید
وقتی من میگم x y و منظورم یه عددیه مثل z که وقتی z رو ضرب میکنید توی y مساوی بشه با x. درسته؟ حالا میتونم همین جوری پس بهش فکر کنم، بگم آیا x y و اگه بخواد معنی داشته باشه، x و y دو تا عددن به پیمانه n، x y اگه بخواد معنی داشته باشه باید عددی باشه که وقتی در y ضربش میکنم بشه x. ضرب که معنی میده، در واقع تقسیم وارون عمل ضربه، چون ضربو میتونم معنی بدم پس شاید بتونم از این راه به تقسیم هم معنی بدم، بگم اینو عددیه که وقتی در y ضربش میکنید بشه x. حالا سوال اینه که آیا میشه همیشه پیدا کرد عددی که در y ضرب کنه بشه x؟ یعنی برای هر دو عدد y و x عددی وجود داره که در y ضرب بشه بشه x یا نه؟ چرا نه؟ مثلا اگه که y من باشه مثلا دو، خب اگه y من باشه دو، x هم باشه سه و n هم باشه چهار، اون وقت این کار امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه شما هر چی رو که در دو ضرب کنین همیشه عدد زوجی میشه و هر عدد زوجی رو وقتی باقی مانده‌اش رو به چهار نگاه کنید یا صفر یا دو، بنابراین هیچ وقت سه نمیشه، پس تقسیم کردن همیشه ممکن نیست. ولی اگه که عدد اینی که دارید نسبت بهش نگاه میکنید یه عدد اول باشه، این کار همیشه ممکن. بنابراین بذارید این حکم رو اینجا بنویسم. اگر پی عدد اول باشه، برای هر ایکس و وای که وایش صفر نباشه، یعنی هم نهشت صفر نباشه مود پی، یه زدی پیدا میشه که ایکس ضرب داره که وای ضرب داره زد، هم نهشت باشه با ایکس مود پی. خب این زده در ضمن یکتا هم هست، پس بذارید بنویسم یک زد یکتایی پیدا میشه که یکتا بودنم منظورم اینه که اگه دو تا زد مختلف پیدا کنید اینا هر دو هم نهشته همان مود پی. درسته؟ یعنی وقتی که در این دستگاه اعداد به پیمانه پی نگاه میکنید یکتاست. خب اثباتش هم ساده است، به خاطر اینکه اگه شما بیایید همه عددها رو، همه عددهای صفر تا پی منهای یک رو ردیف کنید و همه رو یه بار آزمایش کنید، یعنی همه رو در وای ضرب کنید، صفر رو فراموش کنید، همه عددهای یک تا پی منهای یک رو ردیف کنید و همه رو یه بار آزمایش کنید، بنابراین همه عددهایی که این ور ساخته میشن هستن پی وای دو وای سه وای تا پی منهای یک ضرب داره وای. خب من ادعا میکنم که چون پی عدد اوله، اینا همشون با هم فرق میکنن وقتی مود پی نگاهشون میکنید. دلیلش هم اینه که اگه بخواد فرق نکنه، یعنی یه آی ضرب داره وای با یه دونه جی ضرب داره وای با هم دیگه هم نهشت شدن، اگه کم کنید از هم طرف اینو نتیجه میشه که آی منهای جی ضرب در وای هم نهشت صفر شده مود پی، و این یعنی این به پی بخش پذیر. از طرفی وای که خودش به پی بخش پذیر نبود، آی و جی هم که عددهای بین یک تا پی منهای یک هم تفاضلشون بنابراین از پی کوچیک‌تره به پی بخش پذیر نیست. درسته؟ پس این استدلال نشون میده که این عددها همه با هم فرق میکنن. خب ولی اینا خود عددهای یک تا پی منهای یک باید باشن مود پی دیگه، چون صفر هم هیچ کدومشون نیست، چون اگه بخواد صفر باشه یعنی ضرب تو اینا به پی بخش پذیره که نیست، پس اینا با هم فرق میکنن. پی منهای یک تا عددن که با هم فرق میکنن و یک از مجموعه پی منهای یک عضوی میان، پس باید همه اونا رو دقیقاً یک بار تولید کنه و من جمله ایکس رو هم باید تولید کنه. خب این استدلال خیلی از اول بودن پی استفاده شدیدی میکنه، کما اینکه در حالی که پی اول نباشه، ان اول نباشه، دیدیم که این حرف درست نیست. و خب نتیجه خیلی جالبیه، در واقع داره میگه که اگه که پی عدد اول باشه، شما توی این دستگاه اعداد از هم نهشتی نه تنها جمع و ضرب و تفریق دارید بلکه تقسیم هم دارید، یعنی به جهاتی یه دستگاه عددی خیلی کامله، میتونید همون چهار عمله اصلی که تو عددهای مثلا گویا و حقیقی اونو انجام میدادید رو اینجا توی این عددها هم انجام بدید. خب میشه انواع اقسام سوالایی که در مورد اعداد
معمولی وجود داره، در مورد این ادای به معنی عجیب تر از اعداد معمولی هم پرسید، مثلا آیا رادیکال هم وجود داره یا نه، آیا مثلا به توان میشه رسوند، آیا لگاریتم میشه گرفت. اینا همه سوالای جالبی که میتونید بهش فکر کنید. خب من یه چیزی که آزمایش کردم همین میگم قبل از کلاس داشتم یکم بازی میکردم، این بود که اومدم جدول ضرب این دستگاه عددی رو نگاه کردم. بذارید بهتون نشون بدم. یعنی این که اومدم یه عدد اول گرفتم، مثلا بذارید 11. خب بعد عددهای 1 تا پیمن های 1 رو در هم ضرب کردم و باقی مانده شو نسبت به عدد پی حساب کردم. ایکس و این ایکس بزرگ و وای بزرگ، حالا مهم نیست، این جزئیات اینجا مهم نیست، مهمی که همه عددهای 1 تا پی من های 1 هن که در هم ضربشون کردم و باقی مانده شو نسبت به پی گرفتم. بنابراین این تی الان یه جدول پی من های 1 در پی من های 1 جدول ضرب عددهای به پیمانه پی. میذارید انجامش بدم. ببخشید قصدم این نبود. الان اگه که به تی نگاه کنی خیلی بزرگ شد. به یه عدد اول کوچیکتر، مثلا برای 5 انجام بدیم اول. الان جدول ضرب عددی به پیمانه 5، مثلا 3 ضرب در 3 رو که حساب کنید میشه 9، که باقی مانده‌اش به 5 میشه 4. درسته؟ و اینجوری جدول ضرب اعضای به مود اعضای بزرگتر رو هم میشه دید. و اوه کنسل، مثلا همون 11 که داشتیم نگاه میکردیم. هم جانش برای اینکه این مشکل جانش شدن رو حل کنم گفتم که اینو به شکل تصویر نگاه کنم، یعنی اینکه همون چیزی که اولش دیدیم بیام بر حسب اینکه این عدد چی هن رنگ از سفید تا سیاه بذارم. یه ببخشید هیچ چیز جلوتر لو میره. این الان مثلا جدول ضرب عددهای مود 11 به پیمانه 11، این ور 1 تا 10، این برم 1 تا 10. سفید یعنی 1 و سیاه یعنی 10. الان میشه باز چون ما از گاس خوشبخت تریم از جهت ابزارهای کامپیوتری، میتونیم برای عدد اول خیلی بزرگ هم این جدول رو نگاه کنم. 101 فکر کنم عدد اول. ولی از این جالبتر به توان رسوندنه وقتی به پیمانه یه عدد اول دارین نگاه میکنین به عددا. مثلا من اگه یه عدد 2 رو بگیرم شروع کنم توانهاشو به پیمانه یه عدد اولی نگاه کنم، خب اگه توانهای 2 رو نگاه کنین تو عدد طبیعی همینطور دور و دورتر میشن دیگه، ولی وقتی تو پیمانه یه عدد اول نگاه میکنید اینا دور دایره میچرخن. بنابراین مثلا 2 و 4 و 8 و اینا رو که میبینید بعد از یه مدتی دور برمیگرده روی پیمان، روی این دایره برمیگرده، یه جایی همون جاها میفته. بنابراین نحوه پخش شدن این توانایی 2 مثلا توی پیمانه پی چیز جالبی ممکنه باشه. من باز یه آزمایشی کردم همین قبل از کلاس، اونو هم نشونتون بدم. اومدم همین توانایی 2 رو نگاه کردم. سوالی داری؟ 10001. حالا اول نبودنش مثلا خیلی توی تأثیری توی شکل چیز نمیذاره. بذار امتحان کنم. اوه بیچاره شد به نظر.
ببین هفته بعد بیاین برای دیدن نتیجه. خب متوقفش کردم. 1001 خیلی زیاده، ولی یه دونه 1001 برات اجرا میکن، اشکال نداره. هزار و یک ضربه چی در چیه؟ نزدیکای 37 اتفاقی میفته اینجا. یه دستوری وجود داره توی مطلب به اسم فاکتور که عوامل اوله بتونیم 7 ضرب در 11 ضرب در 13. حالا اینکه به 7 نگاه کنیم، به نزدیکی های 7 اتفاقی میفته، اتفاق خاصی هم نیفتاده ها تو این شکل. در واقع نگاه کنید، وقتی شما به جدول ضرب مود n نگاه، به پیمانه n نگاه میکنید، اگه n اول نباشه اتفاقی که میفته اینه که بعضی چیزها این تو صفر میشن. اگه n اول باشه هم اینجا همیشه عددهای یک تا n ظاهر میشه، درسته؟ ولی اگه اول نباشه بعضی وقتا هم صفر هم ظاهر میشه و دیگه توی هر سطری همه عددها لزوماً نمیان. ببین اون جدولی که باشه، جدول ضرب عدد اول اینج از جهاتی جالبه، به خاطر اینکه تقسیم میشه کرد، اینکه الان ثابت کردم که وقتی همه چیز رو در مثلا همه عددهای یک تا پی منهای کو در وای ضرب میکنی همه عددها رو تولید میکنه، معنیش اینه که توی هر سطری از این جدول ضرب همه عددها اومدن. یعنی یه جدول پی منهای کو در پی منهای یک که تو هر سطر و ستونش هیچ عدد تکراری وجود نداره. ولی خب وقتی که پیاده اول نباشه دیگه این حرفا درست است. 1024 هم امتحان میکنه. 1997 دیگه این آخرین درخواست، آخرین اس ام اسیه که میخونیم توی برنامه. 1000 چند گفتی؟ 990. در ضمن میشد رنگی هم بکشمش، سیاه‌سفید نباشه. یه عدد کوچیک‌تر بگیریم، مثلا 199. حالا بگذاریم، داشتم در مورد توانهای دو صحبت میکنم. یه عدد اول نچند، مثلا 19. خب من میخوام توانهای دو رو نگاه کنم توی این به پیمانه 19. چیه؟ هنوز هیچ. این دوه. خب این در واقع عددهای اول رو روی یه دایره چیدم، عددهای یک تا پی منهای صفر تا پی منهای یک. خب این دوه. حالا توان بعدیش، یعنی 4 رو نگاه کن. حالا بعدیش که 8، 16. عدد اولم چند بود؟ دو چار، این یعنی 16 است؟ یه جای کار میلنگه نه؟ تمام شد؟ مشکوکم به اتفاقی که افتاد، یه لحظه صبر کنید.
399 اینجا. اینا توانایی دو بودن به پیمانه 19. خب اگه که کمی عدد رو بزرگتر کنم، مثلا بکنم همون 101 که مثلا اول باش شروع کردیم، تا جایی که دیگه تکراری بشه. چیه؟ زیادی بزرگه؟ اینی که خالی میمونه صفره. خب توان دو هیچ وقت مدعی عدد اول صفر نمیشه دیگه، چون بخواد بشه یعنی باید به اون عدد اول بخش پذیر بشه. چیزی که عجیبه اینه که همه رو ساخت، نه؟ عجیب نیست؟ نقطه رو کوچیک کنم. حالا اگه عدد اول دیگه هم بذاریم آزمایش کنیم. یعنی چه ترتیبی داشته باشه؟ آه خب ترتیب داره دقیقا. دو به توان یکه، بعد دو به توان دوه. آها یعنی مثلا رنگش رو مثلا چیز کنیم. میشه ولی حالا بعدن این درخواست رو بعدن انجام بذار. یه عده اولی مثلا 97 بذاریم ببینیم چی میشه. تموم شد. دیدی؟ این الان به پیمانه 97ه که یه عده اوله دیگه، یه عده اول تموم شد. یعنی توانای دو به پیمانه 97 همه چیز تولید نکرد. این هم چیز جالب. بله. این چیه؟ ببین این نگاه کنید، وقتی ما عددا رو به پیمانه عده n میگیریم، خب از یه جهتی مثل این میمونه که عدد محور عدد طبیعی رو برداشتیم دور یه دایره پیچوندیم. چرا؟ چون که ببین مثلا وقتی به مدت 10 من داره نگاه میکنم، 1 و 11 و 21 و اینا همه با هم یه چیزن دیگه. بنابراین انگار محور رو پیچوندی دور دایره. خب بنابراین در واقع کل محور که یه خط نامتناهی تبدیل شده به یه دایره متناهی که روش n تا نقطه به فاصله انزه هم هست. پس وقتی دارم به عددها به پیمانه n نگاه میکنم، عملا مثل اینکه دارم به نقطه های دور دایره نگاه میکنم. خب حالا من کاری که دارم میکنم اینه که دارم توانهای دو رو به پیمانه n بهشون نگاه میکنم. خب ببین اینجا نقطه صفره، از اینجا از صفر 1 2 3 4 اینجوری چیده شده تا n من های 1. حالا به توانهای دو که نگاه میکنم، اولین عدد 0 1 2 بنابراین اولین نقطه اینجاست، بعدیش 4، بعدی 8، بعد 16 است، 32، بعد دوباره دور میزنه مثلا میفته اینجاها مثلا 64 نمون فاز. پس این توانایی دو روی دایره پخش میشن مون تو به روشی که حالا خیلی هم منظم و قابل پیش بینی نیست. به پیمانه n، به پیمانه یه عددهای مختلف، من اینجا به پیمانه 97 من همه توانایی دو رو کشیدم. خب اینکه چرا اصلا از اینجا بعد دیگه تک مثلا چرا وقتی این حفره باقی مونه دیگه هیچ وقت پر نمیشه، این به علت یک قضیه به اسم قضیه فرما. قضیه فرمان بوده تو کتاب درسیتون؟ نه؟ بوده؟ آها. پس قضیه فرمان رو میدونین چیه دیگه؟ میگه که چی میگه قضیه فرمان؟ میگه که اگه شما یه عدد غیر صفر داشته باشید به پیمانه پی، اینو به توان پی که برسونینش دوباره میشه آ. درسته؟ پس از یه جای بعد دنبال توانای دو که هیچیه، توانای هر عددی تکراری میشن. یعنی مثلا من مود 97 میگیرم، از دو به توان دو تا دو به توان 97 که میرم، دو به توان 97 دیگه خود همون دوه و دو به توان 98 دیگه همون دوره دو به توان دوه و الاخ.
درسته؟ بنابراین لازم نیست تا بی نهایت برم، کافیه از یک، از دو به توان یک تا دو به توان پی ام ان ها یک رو نگاه کنم ببینم چه جوری پخش شده. خب حالا اینکه چه موقع این پر میکنه چه موقع پر نمیکنه من نمیدونم جوابشو، ولی چیزی که میدونم اینه که این قضیه نسبتا عمیقیه که میگه توی هر وقت هر عدد اولی داشته باشی یه چیزی هست، حالا ممکنه دو نباشه مثلا سه باشه یا پنج باشه، یه عددی هست که توانهاش دقیقاً همه عددا رو درست میکنه. خب و بهش میگن ریشه اولیه، بهش این عددی توی به پیمانه هر عدد اولی همیشه ریشه اولیه وجود داره، یعنی عددی وجود داره که توانهاش همه عددهایی توی اون پیمانه رو درست کنه. خب اگه شما یه کمی به من وقت بدین، چون کلاسمون وقتش واقعا کمه تا من بیام شروع کنم حرف زدن وقت تموم میشه، یه رو 20 دقیقه به من وقت بدین میخوام که از این حقیقت استفاده کنم، ایست جالبی براتون بگم از این که ریشه اولیه وجود داره. خب حالا ببینید، فرض کنید مثلا یه ریشه اولیه‌ای مثل دو داریم، مثلا توی پیمانه 101 دو ریشه اولیه است دیگه، همینطور که اینجا دیدین اگه من عدد عمومی گرفتم 101، اون وقت توانهای دو رو وقتی به مود 101 نگاه می‌کردم خوش شانس بودم و همه عددهای اینجا تولید می‌شد. حالا سوال من، خب حالا ببین پس نتیجهش اینه که من میتونم لوگاریتم بگیرم اینجا، یعنی هر عددی یه دو به توان یه چیزیه، بنابراین هر عددی به پیمانه هر عددی یه لوگاریتمی نسبت به دو داره، درسته؟ حالا من میخوام ببینم که چطوری میشه لوگاریتم واقعا نه چندان به سختی محاسبه کرد، آیا راهی به نظر شما میرسه یا نه؟ ببین میخوام توان به توان رسوندن و لوگاریتم گرفتن و که عملهای معکوس همه به توان رسوندن و لوگاریتم گرفتن اینا رو با هم مقایسه کنیم. مثلا من اگه بخوام به توان برسونم واقعا چقدر محاسبه لازم انجام بدم، اگه بخوام لوگاریتم بگیرم چقدر باید محاسبه انجام بدم، مثلا یه عدد اول بزرگ، مثلا یه عدد اول 10 رقمی در نظر بگیرید، من بخوام که دو به توان 100 و دو به توان 100 حالا مثلا آره مثلا 1000 به توان 100 و به پیمانه اون عدد حساب کنم، اصلا شدنی هست یا نیست؟ 1000 به توان 100 البته خیلی چیز ساده ای، مثلا 725 رو میخوام به توان 1023 برسونم به پیمانه 101. خب شما چه راهی برای اینکه این کارو نسبتاً سریع انجام بدیم به نظرتون میرسه؟ ها هم توانو به قول شما میشه کوچیک کرد به خاطر اینکه به خاطر قضیه فرما، درسته؟ هر 101 تایی عملاً مثل اینه که بی تاثیر، درسته؟ هر 100 تایی، هر 100 تایی در واقع آب توان پی ام ان ها یک میشه همون یک دیگه، درسته؟ پس هر 100 تایی رو عملا میشه ریخت دور، بنابراین نهایتاً این مساوی با 700 و میتونم اینو بنویسم 725 به توان 23. خب حالا خود همینم هم باز راه بهتری از این وجود داره که من اول به توان برسونم بعد باقی مانده بگیرم، درسته؟ چون 725 به توان 23 خیلی بزرگیه، ولی من میتونم که همینطوری که ضرب میکنم هر جا که عدد از 101 بزرگتر شد باقی مانده بگیرم. خب و این کار محاسبات منو خیلی خیلی ساده تر میکنه، درسته؟ ببین وقتی من دارم حالا این عددم ممکنه از 725 بزرگتر میبود، مثلا چند دو گفتی اول 1997، مثلا شما وقتی میخواید اینو وقتی یه به توان دو میرسونید خودش از این بزرگتر میشه، حالا دیگه میتونید باقی مانده‌اشو بگیرید بجن که با اون عدد بزرگ کار کنید. خب من میتونم اینو بشکونم به چیزای ساده‌تر، مثلا اینو بنویسم 725، اولا که اینو میتونم 725 ضرب در 725 به توان 11 ضرب در 725 به توان 11، درسته؟ پس کافیه اینو حساب کنم بعد یه بار به توان دو برسونم، دوباره خود اینو میشه نوشت 725 ضرب در 725 به توان 5 ضرب در 725 به توان 5، یعنی توانو میشه هی نصف کرد و محاسباتو در تعداد گام خیلی خیلی کمی انجام داد. عملا اگه شما بخواید به توان n برسونید در لوگاریتم n گام
کما بیش میتونید که این محاسبات رو انجام بدید. و اینکه دارید هم نهشتی استفاده میکنید به شدت محاسباتتون رو کم میکنه. یعنی نیازی تو عددهای خیلی بزرگ کار کنید. همیشه عددتون رو کوچیک میکنید طوری که از این پیمانه هم نهشتیتون کوچیک‌تر شه. خب پس به توان رسوندن وقتی دارید به پیمانه ی عدد n کار میکنید خیلی خیلی کار راحتی. خیلی کار سریعی. خب حالا عکسش لوگاریتم چی؟ من اگه بخوام ببینم که مثلا این الان پیمانه 101 میخوام ببینم که 90 مثلا 2 به توان چه عددیه به پیمانه 101. خب آره یه بار کامل انجام بدید، یه بار همه این کارو بکن. خب ولی یه بار همه این کارو کردن یعنی به تعداد اون عدد اولت، یعنی پی بار باید من همش رو حساب کنم. خب حالا کلید داستان اینجاست. ببین پس اگه من یه عدد اول خیلی خیلی بزرگ انتخاب کنم، یه عدد اول مثلا 40 رقمی، خب اون وقت وقتی به پیمانه اون عدد اول دارم نگاه میکنم، به توان رسوندن شدنیه به یه معنی، ولی لوگاریتم گرفتن نشدنی. چون من باید به تعداد اون عدد اول 40 رقمی بار توانهای دو رو حساب کنم تا ببینم. چون همونطور که دیدین خیلی نظم مشخصی توی پخش شدن این عدد وجود نداره، عملا هیچ راهی جز این که من همه توانهای دو رو حساب کنم ببینم این کدومش بود نداره. خب بنابراین پیام اخلاقی این تیکه از حرفم اینه که لوگاریتم گرفتن خیلی خیلی از به توان رسوندن کار سخت‌تری وقتی به پیمانه ی عدد اول این کار میکنم. خب حالا اینو بذارید کنار، میخوام یه مسئله خیلی خیلی در ظاهر متفاوت بگم و این مسئله رمزنگاری. مسئله اینه که شاید شنیده باشید، اگه نشنیدید مسئله خیلی بامزه است. من اولین باری که شنیدمش خیلی برام جالب. مثلا اینکه شما میخواید با یه نفر دیگه ای ارتباط برقرار، مثلا با هم دیگه صحبت کنید یا یه چیزی براش بفرستید، خب و یه نفری این وسط هست که مزاحمه و چاره‌ای هم نیست، اون وسط هست. خب شما یه صندوقی دارید که میتونید چیزایی بذارید توی این صندوق بفرستید برای دوستتون. خب اون کسی که پستچیه و این صندوقو میبره ممکنه صندوقو باز کنه و اون چیزایی که شما گذاشتید اونجوری برداره و حداقل که نگاه کنه ببینه اون تو چیه و شما نمیخواید اتفاق بیفته. خب شما یه قفلایی دارید، میتونید به صندوقتون قفل بزنید، ولی مشکل اینه که هیچ راه ارتباطی با دوستتون ندارید که برید کلیدشو به اون بدید. اگه قفل بزنید به صندوق، خب کلیدش اونم نداره دیگه، کلیده رو هم باید به جوری به دستمون برسونید. ممکنه کلیدو بذارید تو صندوق بعدی، ولی خب اون پستچی نمیدونید که ممکنه صندوق بعدی رو برداره، کلیدشو برداره، اون صندوق قبلی رو که هنوز نرسونده به مقصد باز کن. خب بنابراین اون چیزی که شما دارید یه مش صندوق، یه مش قفل و کلیده. با دوستتون هم میتونید تلفنی صحبت کنید، هر چی هر قرارمداری که میخواهید میتونید با دوستتون بذارید، ولی پستچی تلفن‌های شما رو هم شنود می‌کنه. چیه؟ دوست جدیدی هم میتونید پیدا کنید، ولی پستچی برای اون دوست جدید رو هم با خبر میشه و همین داستان دوباره. خب و به نظر غیر ممکن میاد، ولی واقعا یه راه خیلی خیلی جالبی هست. آها ولی پستچی متعهده که صندوق شما رو برسونه به اون بالاخره. خب ولی حالا اینکه چه توی صندوق رو نگاه بکنه یا نه، اتفاقا دوست داره که نگاه بکنه. خب حالا چی کار میشه که؟ یه راه حل خیلی جالبی داره که من متاسفانه نمیتونم الان، وقت چون کمه فرصت نیست که بذارم فکر کنی. نه نه یه راه حل اصلا غیر ریاضیه، خیلی خیلی هوشمندانه است. راه حلش اینه. آه میدونی تو راه حلو؟ خب آره، ولی آخه میخوام ربطش رو به این داستان بگم. نگم؟ ایف هم میاد آخه. بذاریم بگم مسئله قشنگ زیاده تو دنیا. ببینید راهلش این شکلیه، میگه که این شما یه اون چیز که میخواهید میذارید تو صندوق، یه قفل هم میزنید بهش و میفرستید بر دوستتون. خب به دوستتون میگید که یه قفل هم اون بزنه به صندوق و برای شما برگردنه. حالا از جا بعدش رو میتونین حدس بزنی؟ من قفله که خودم زدم و باز میکنم، دوباره میفرستم برای دوستم. دوستم وقتی صندوق بهش رسید قفل خودش رو باز میکنه و در جبر رو باز میکنه که اون تو رو برمید. خیلی راحل زیبایی. خب حالا همین ایده ساده و قشنگ در واقع ایده نهفته در پس یه سری از سیستم‌های رمزنگاریه که
واقعا در عمل استفاده. مثلا شما از طریق اینترنت دارید می‌خواید به کسی پیامی بفرستید و می‌خواید کسایی که ممکنه دسترسی داشته باشن به اطلاعات روی اینترنت نفهمن که شما دارید چی میگید با هم دیگه. خب اول من یه ایده ساده بگم، شما بگین که این ایده درسته. فرض کنید من می‌خوام پیاممو به شکل یه عدد رمز کردم، می‌خوام عدد رو بفرستم. خب عدد x میام عدد رو در یه a که خودم میدونم و هیچ کی دیگه نمیدونه ضرب می‌کنم، a ضرب در x رو می‌فرستم. بعد دوست من در یه بی که خودش میدونه و کسی دیگه نمیدونه برای اون عدد ضرب میکنه، اون برای من برمیگرد پس میفرسته، من به A تقسیم میکنم میفرستم، اونم به B تقسیم میکنه و X رو کشف میکنه. به نظرتون این درسته؟ این کار میکنه؟ دقت کنید که اون کسی که استراق سم میکنه از همه چیز خبر میدونه، ما داریم چه کار، فقط اون A و B رو نمیدونه. دقیقا ببینید کاری که ما داریم میکنیم اینه که من عدد AX رو میفرستم، شما عدد ABX رو به من برمیگردونید، من به A تقسیم میکنم و BX رو برای شما میفرستم و شما میخواهید که به B تقسیم کنید و X رو کشف کنید. ولی خب اون کسی پستچی الان همه این سه تا عدد رو داره، اگه این دوتا رو در هم ضرب کنه به این تقسیم کنه ایکس رو به دست میاره. خب پس این ایده ساده به این فرمش حداقل کار نمیکنه. خب منتها در واقع کاری که میکنن اینه که به جای اینکه ضرب کنن به توان میرسونن، به پیمانه یه عدد اول بزرگ. فرض کنید که من ایکس رو به توان A برسونم و برای شما بفرستم. خب شما عدد که بهتون رسیده رو به توان B میرسونید و من برمیگردونید، بنابراین چیزی که شما به من میفرستید X به توان A یه که به توان B رسونده شده، یعنی X به توان AB. درسته؟ حالا من باید بتونم قفلم رو باز کنم، یعنی باید وقتی یه عددی به توان A رسیده بتونم اون توان Aش رو حذف کنم. میتونم این کار رو بکنم آیا؟ چجوری؟ آها ببین در واقع یه چیزی شبیه اون حکمی که در مورد ببین اگه من x به توان a رو به یه توان مناسبی برسونم این aش حذف میشه. توان مناسب چیه؟ توانیه که وقتی که اونو در a ضرب میکنه، یعنی a ستاره، این به پیمانه pmn های 1 1 شه. به خاطر قضیه فرما اگه این باقی موندهش به pmn های 1 1 باشه اون وقت این میشه همون x دیگه. اگر که A ستاره هم نشته یک باشه به مود پی ام ان های یک. درسته؟ چون اگه این طور باشه وقتی که من X به توان A رو دوباره به توان A ستاره برسونم میشه X به توان A ستاره، A ستاره باقی موندهش به پی ام ان های یکه. بنابراین یه تعدادی پی ام ان های که از توش میشه کشید ریخت دور به خاطر قضیه فرما، اونا تأثیری ندارن، فقط یه X به توان یک باقی میمونه، پس این میشه X. خب پس من اگه یه A انتخاب کنم که یعنی پی ام ان های 1 رو همونطور که گفتن در واقع یه A و A ستاره پیدا کنم که ضربشون 1 مود پی ام ان های 1 و اینو به کسی نگم، شما هم یه B و B ستاره پیدا کنید که ضربشون 1 به پیمانه پی ام ان های 1 به کسی نگید. خب حالا ما میتونیم اینجوری پیامانو بفرستیم، من X رو میگیرم به توان A میفرستم برای شما، شما به توان B میرسونید میفرستید برای من، من حاصل رو به توان A ستاره میرسونم که عملا مثل اینه که این A رو از اینجا حذف کرده باشم و X به توان B رو برای شما میفرستم، شما نتیجه رو به توان B ستاره میرسونید و B رو حذف کردید X رو دارید. خب حالا اون پستچی چجوری میتونه که X رو کشف کنه؟ در واقع اگه بخواد کشف کنه باید که بتونه این A و B رو کشف کنه، و اگه بخواد A و B رو کشف کنه باید یه جوری از این پیامایی که اینجا وجود داره لگاریتم بگیره به پیمانه پی. درست میگم؟ شک کردم که درست دارم میگم، بهتره همینجا که کلاس تموم کنی. احتمالاً یه چیزی شو فکرم اشتباه کردم ولی کلیت داستان همینیه که میگم خلاص. خب پس نباشه.